درود به همگی گایز، به کانال بوریا بوتک خوش آمدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. برگشتیم با یک ویدیو به شدت آموزشی در مورد خطرناک‌ترین گربه‌های جهان، گربه‌هایی که شاید فکر می‌کردید گوگولیه، ولی امروز قراره 5 تا از خطرناک‌ترین گربه‌های جهان رو ببینیم که یکیشون اصلا هیچ جا نیست. خیلی سخت پیدا میشه. خشمتون قراره بریزه. لازم کامنت سابیاتون رو راوتون 1,000,000 عاشق یکاگیتونم. هر جا هستید پر از انرژی مثبت اوف تقدیم به همتون. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. گربه ها میتونن موجودات بسیار خطرناکی باشن. گربه ها در این حالی که گوگولی و کیوت و با نمک و دخترام خیلی دوستشون دارن، میتونن خیلی وحشی و خطرناک باشن. بریم با هم خطرناک ترین گربه تاریخ جهان رو ببینیم که کوچولوه ولی پاره میکنه. این خانم گربه کوچولو بین همه دانشمندان به اسم جایرا شناخته میشه. بسیار لاغر، فقط 2 پونده و 200 برابر کوچکتر از یک شیره. این گربه کوچولو تقریبا غیر ممکن بود که دیده شه، ولی سرانجام توسط دوربین های رادیو کولار ردیابی شد. با استفاده از دوربین های بسیار گران قیمت دید در شب، سرانجام این گربه پس از سالها زحمت پیدا شد. این گربه میتونه در شب برای پیدا کردن غذا 33 کیلومتر پیاده روی کنه که بسیار با اختلاف بیشتر از همه گربه های زنده روی زمینه. با چشمان قوی خودش که در شب دید بسیار قوی دارن، سرانجام یک صدای کوچک میشنوه که کوچکترین چیزی که در زمین در حال راه رفتن است رو پیدا میکنه. اون حتی ملخ هم میخوره، ولی بیشتر ترجیح میده موشهای صحرایی رو برای شام مصرف کنه. حتی اگه موفق به شکار موشای صحرایی نشه، پرنده هم میخوره. با نوع خاص راه رفتنش، حتی صدای شنیدن پاهاش روی زمین غیر قابل شنیدنه. این گربه قدرت اینو داره که در صدم ثانیه با بالاترین قدرت بپره. صد درصد همه شکارهای این گربه به موفقیت میرسه. این ویدیوهایی که بچه‌ها امروز دیدید توی یکی از کانال‌های یوتیوب گذاشته که برای اولین بار فیلم برداری شده و تونستن این گربه رو تو اون لحظه ببینن. با دوربین‌های حرفه‌ای که تو ویدیو هم براتون توضیح دادم. گربه پالاس. این گربه بسیار بانمکه، ولی اصلا از فیسش اشتباه نگیریم، چون در خطرناک‌ترین نقطه جهان یعنی هیمالیا زندگی می‌کنه. این گربه که جزو کوچک‌ترین گربه‌ها شناخته میشه، تنها اعضای زنده جنس اوتوکالیبوس هستند که 6 میلیون سال قبل زندگی میکردن. برعکس بقیه گربه ها، گوش های این گربه کوتاست. اغلب زندگیشون مشغول قایم شدن هستن. در زمستون رنگشون به توسی و در تابستون به قهوه‌ای نارنجی تغییر میکنه. اگه به فیس این گربه دقت کنید، برعکس بقیه گربه ها مردمک عمودی ندارن و این خاصیت باعث میشه دیدشون بیشتر شبیه انسان ها باشه. مردمک عمودی باعث میشه میزان نوری که وارد چشم میشه رو کنترل کرد و 300 برابر دیدو بهتر میکنه، در مقایسه با مردمک دایره‌ای که فقط 15 برابر دیدو بهتر میکنه. مردمک عمودی باعث میشه دید بسیار خوبی تو عمق داشته باشی. هنوز دلیل اینکه چرا چشماشون مثل بقیه گربه ها نیست کشف نشده، ولی یه تئوری میگه که اونها به خاطر اینکه دوست دارن مکانهای بیشتری رو به عنوان خونه خودشون تشخیص بدن، چشمشون به این حالته. این گربه ها بسیار بسیار خشنه، تا حدی که بچه های این گربه قبل از اینکه چشمشون باز شه میتونن شکار کنن و دونده های بسیار سریع هستن. قبل از اینکه بریم سمت گربه شماره 3 مون، واقعا فیس عجیبی داشت، در حالی که بانمکه ولی وقتی اخ میکرد خیلی ترسناک میشه. استون کوگار. این گربه ها فقط یک نفر رو به عنوان مستر خودشون میشناسن و هر کسی دیگه ای باید با احتیاط باشون برخورد کنه. این گربه همه رو به جز اربابشون غریبه میدونن. اونها نسبت به افرادی که نمیشناسن بسیار تهاجمی و هوشیارن. پس تعجب آور نیست اگه بچه دارید، داشتن یک گربه از این نژاد به هیچ وجه توصیه نمیشه. متاسفانه برای صاحبان این گربه های بزرگ، اهلی کردن یک حیوان اهلی و اهلی کردن یک حیوان وحشی تفاوت زیادی وجود داره.
این گربه میتونه یاد بگیره در دنیای مشابه مثل انسان‌ها وجود داشته باشه. حتی میتونه یاد بگیره به شیوهی نسبتاً آروم رفتار کنه. اما هنوز هم حیوان وحشیه و میتونه غیر قابل پیشبینی باشه. پرورش چنین گربه ای نیاز به تغییرات قابل توجهی تو ادویه ها در طول نسل های مختلف داره. نیاز به پرورش بسیار خاص که صفات مورد نظری مانند بسیاری از حیوانات وحشی رو داره. این گربه نیاز به یک رژیم غذایی بسیار مناسب، زندگی در یک فضای بسیار مناسب و اصولا علاقه داره که فقط با یک فرد زندگی کنه، یعنی در خانواده‌ای که 2-3 نفر وجود دارن اصلا داشتن چنین گربه‌ای توصیه نمیشه. بچه‌ها ببرا و شیرا و اینا هم فکر کنم جزو گربه‌سانان، ولی ما تو این لیست نمیارشون. می‌خوایم بیشتر در مورد گربه‌ها صحبت کنیم، خود گربه. کاراکال‌ها یه گربه وحشی با جثه متوسط که بومیه و از صحراها و ساوانای آفریقا میاد. همچنین در آسیای مرکزی و شبه جزیره عربستان و سواحل دریای خزر هم زندگی میکنند. کاراکال‌ها گوشتخارهایی هستند که به شکار و تغذیه از پستانداران کوچیک میپردازند. طول عمر این گربه ها در اسارت به طور متوسط 16 ساله و به دلیل زیبایی و ظرافت عجیب و غریب خود مورد احترام هستند. از نظر تاریخی اونا اغلب تو نقاشی‌های دیواری به تصویر کشیده میشن و در کنار فراعنه در مصر باستان دفن می‌شدن. معروفه که امپراتوران چینی اونا رو به عنوان هدایای ویژه می‌دادن و کاراکال‌ها توسط حاکمان برای شکار شکارهای کوچک در هند استفاده می‌شدن. امروزه گربه‌سانان هنوز مجذوب این نژادن، اما برخی از آنها به عنوان حیوانات خانگی فروخته میشن که به هیچ وجه توصیه نمیشه، چون این گربه ها بسیار تهاجمی و عصبی هستند. در طبیعت اونا حیواناتی انفرادی و منزوی هستند، اما وقتی اهلیشن میتونن کاملا بازیگوشی کنن و در کنار شما در خانه زندگی کنن. اونها در اطراف مردم و همچنین با حیوانات دیگر در صورت درست اری شدن رفتار دوستانه‌ای خواهند داشت و بعد از آموزش حتی میتونن مثل سایر گربه ها حرکات کیوت و باحالی انجام بدن. ولی این گربه ها بسیار خطرناک و غیر قابل پیش بینی هستند. This guy is one of the best predators in the wild. When he actually sees something he wants to eat. هر گربه ای نمیتونه گربه خونگی باشه، حتی اگه بهش زیاد علاقه دارید. به غیر از این نوع گربه ای که دیدید، یه نوع گربه هایی هستن که بهشون میگن یورایسیان. فکر کنم اونها هم شبیه اینان و خیلی خطرناک. یورایسیان لینکس. رسیدیم به یکی از خطرناک ترین گربه های جهان. این سیاه گوش یکی از زیباترین پستانداران جهانه که به واسطه محل زندگی خودش غالبا در مرکز آسیا و شرق اروپا دیده میشه. دیدن این گربه سانان درنده در صبح بسیار دشواره، چون که این حیوانات تو تاریکی مشغول شکارن و در روشنی تو پناهگاه خودشون استراحت میکنن. این نوع گربه صدای شبیه داد کشیدن یا جیغ کشیدن داره. معمولا از این صدا برای خبر کردن یا ترسوندن دشمن استفاده میکنه. اگه این حیوان احساس خطر کنه به شما حمله میکنه. اگر انسان به این حیوان نزدیک شه 100% مورد حملهش قرار میگیره و میتونه به انسان آسیب بزنه، ولی نمیتونه انسانو بخوره. اگه این حیوان از بچگی کنار یه حیوان دیگه بزرگ شه یا اهلی شه میتونه با انسانها سازگار باشه، اما باز هم دیده شده که خوی بسیار وحشی داره و ممکن است نگهداری ازش بسیار سخت باشه. در مورد شکار این حیوان میشه گفت تمام حیواناتی که از این جونور کوچیک‌ترن و این گربه توان گرفتن اونها رو داشته باشه غذاش محسوب میشه. ولی معمولا غذای این حیوانات خرگوش‌ها، موش‌ها و بعضی از پرندگان. گوزنو شکار کرد. قرار بود از خودش کوچیک نباشه، ولی بچه واقعا قدرتمنده و اگه در توانش ببینه حیوانو میتونه شکار کنه، شکارش بکنه. این بود از ویدیو امروز، 5 تا از خطرناک‌ترین گربه‌های دنیا. خدای جهانو خیلی زیبا کشیده و ما تو چیزایی میبینیم که واقعا پشمامون میریزه. خب گایز، دمت تک تکتون گرم. عاشق یکایکیتونم. ویدیو آموزشی ما هر هفته ویدیو آموزشی داریم. خیلی وقت بود میخواستم خطرناک‌ترین سگا رو ساخته بودم، خطرناک‌ترین زنا رو ساخته بودم، خطرناک‌ترین مردا رو ساخته بودم، خطرناک‌ترین دزدا رو ساخته بودم، ولی خطرناک‌ترین گربه ها رو خیلی وقت بود میخواستم، چون گربه ها بچه واقعا تو بعضی مواقع از سگا قوی‌تر و تیزتر و خیلی خطرناک‌تر.
حتی بعضی وقتا سگ با گربه دعواش میشه، احتمال از بین رفتن سگ بیشتره تا اون گربه، چون خیلی سریع و فرزن و میتونن حرکتایی تو آن ثانیه انجام بدن. امیدوارم بعد از دیدن این ویدیو چیزای زیادی یاد گرفته بوده باشید. عاشق همتونم. لایک و کامنت سابیاتون نره. نه وایس این با کتاب امروز But arrogance. اینم از فیلم و کتاب کامنت ها. داداش واقعا عالی بود، لطفا و خواهشن پارتا و قسمت های بعدی رو بساز. منتظر آلبوم جدیدت. مثل همیشه زیبا پوتک جان، برادرت از افغانستان. دم همه بچه های افغانستان گرم. دو سه روز پیش بود یولیا چند تا کامنت از افغانستان فرستاد، گفت میدونی بچه های افغانستان دوبار دیدم؟ گفتم بله، خیلی وقت، خیلی هم دوستتون دارم، واقعا مرسی. چند تا کشور دیگه هم هستن که فارسی زبانن، تو کانادا دیدم با عکس انداختن، خیلی حال کردم، خیلی حس خوبیه. دم همگی گم دیگه، همه کسایی که منو دوست دارن مطمئن باشن که پوتک هم عاشقونه دوستشون داره بدون کوچکترین شعار. حس من ناب بود اما طرف گاو بود. اول از همه فولدار شید و بعد سلامت باشید.